با گذشت کمتر از یک سال از اعلام شکست داعش سنی تون رو بار دیگر از اوایل 2020 فعالیت خود را در عراق و سوریه از سر گرفتن هرچند هنوز این فعالیت ها به درجه اشغال نظامی شهرها و روستاها نرسیده است حشام الهاشمی، کارشناس امنیتی عراق دلیل فعالیت مجدد عناصر داعش را نیاز این گروه به بودجه و نیز فراهم بودن فضا عنوان کرده و گفت ابو ابراهیم القرش الهاشمی سرکرده جدید سنی های تون رای داعش جذابیت کمتری نسبت به ابو بکر البغدادی سرکرده سابق داشته و در کل از او ضعیفتر بوده او همچنین از سال 2001 عضو گروه های تروریستی از جمله قاعده بوده است وی ادامه داد در حال حاضر بین 6 تا 7 هزار داعشی در مناطق مرزی عراق و سوریه فعالیت دارند و علاوه بر آنها 11 تا 12 هزار پرسنل لوجستیک غیر فعال هم هستند که در مناطق باز، مرزها و مناطق سعب العبور در شرق سوریه و غرب و شمال شرق عراق متمرکز هستند. الهاشمی گفت داعش و القاعده ممکن است در میان مدت به یک اتحاد جدیدی برسند و همین مسئله قدرت آنها را برای ظهور مجدد بیشتر می کند.